آمریکا میگوید که حمله خونین اخیر به دانش آموزان هزاره کار سنی های تون روی داعش است کارشناسان اما میگویند آمریکا نمیخواهد برنامه خروج خود از افغانستان را با مشکل مواجه کند همکار علی اکبری گزارش میدهد وزارت خارجه آمریکا مدعی شده که حمله روز شنبه به مدرسه دخترانه سید و شهدا علیه السلام در کابل شبیه برخی حملاتی است که سنی های تون روی داعش پیشتر علیه شیعیان افغانستان انجام دادند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ابهاماتی درباره حادثه بمبگذاری در مدرسه دختران کابل وجود دارد اما برخی نشانه ها حاکی از آن است که این حمله می تواند کار گروه تروریستی داعش باشد و نه طالبان به گفته این مقام آمریکایی حمله علیه مدرسه سید و شهدا علیه سلام که در منطقه شیعه نشین کابل اتفاق افتاد شباهت هایی به حملات پیشین داعش علیه شیعیان کابل دارد این در حالی است که اشرف رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این حمله انگشت اتهام را به سمت سنی های تندرو طالبان نشانه گرفته است از طرفی سخنگوی طالبان در پیامی مدعی شده که این حمله تروریستی توسط این گروه صورت نگرفته است اما برخی کارشناسان میگویند که اعضای طالبان نگران آن هستند حمایت حامیان خود را از دست بدهند و به این خاطر مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند وگرنه آنها در پرونده خود حمله به مدارس دخترانه را دارند در این حمله اخیر که روز شنبه در غرب کابل روی داد دست کم 85 نفر که اغلب آنها دانش آموزان دختر بودند به شهادت رسیده و بیش از 165 نفر مجروح شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله خونین به دانش آموزان دختر را که اکثرا از شیعیان مظلوم هزاره بودند به عهده نگرفته است. شیعیان هزاره یکی از مظلوم ترین قومیت های شیعه هستند. آنها قربانی تفکرات افراطی برخی گروه های تروریستی سنی مذهب و یا کشمکش های سیاسی در افغانستان و پاکستان هستند